درود و مرحبا سر تک تک شما بینندگان گرامی به برنامه شهروند خبرنگار خوش آمدید. قبل اینکه سراغ موضوع اصلی برنامه امروز برم، از همه شهروند خبرنگاران عزیزی که زحمت کشیدن و تا به امروز با ما همگام بودن و برای حل معضل هایی که درون جامعه ما هست صدای دادخواهیشان را بلند کردن سپاسگزاری میکنیم. برنامه شهروند خبرنگار متعلق به تک تک شما شهروندان عزیز هست. ما تلاش میکنیم تا از دریچه این برنامه مشکلاتی که درون جامعه ما هست را به تصویر بکشیم و برای حل اینها یا برای کاهش و یا محو این معضلات راه حل های مناسبی برای شهروندان و شهروند خبرنگاران عزیز پیشنهاد میدیم. اگه شما هم دوست دارین با ما همگام بشین و فعالیت شهروند خبرنگاری انجام بدین، کافیست هر زمانی که با مشکلات اجتماعی فرهنگی یا در هر حوزه و حیطه دیگری چه در منطقه زندگی خود چه در سطح شهر و چه در سطح کشور با اونها روبرو میشین، از اونها عکس و یا فیلم شهروندی بگیرین و یا میتوانین در راستا گزارشی بنویسین، متن و یا خبر تهیه بکنین و به صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار تلویزیون چکات برای ما بفرستین. ما هم در تلاش این هستیم تا صدای دادخواهی شما رو برای حل اون معضل به گوش مسئولین جهان و جهانیان برسانیم. و اما موضوعی که میخواییم در این هفته با آن بپردازیم در رابطه با نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ مطالعه هست، اینکه مطالعه چگونه میتواند سبب استقلال فکری بشه. اما قبل او میخوایم در این مورد صحبت بکنم که استقلال فکری یعنی چی هست. استقلال فکری یکی از مهمترین شاخصهای زندگی هر فرد موفقه هست. استقلال فکری یعنی که بتوانیم تصامیم مهم زندگی خود به تنهایی بگیرین و در راستای تحقق یافتن او فعالیت بکنین، اینکه خواسته ها، رویه ها و اهداف خود مشخص بکنین و برای اینکه اونها رو به واقعیت مبدل بکنین تلاش بکنین و مبارزه بکنین. به این میگن استقلال فکری. اما اینکه استقلال فکری چی ربطی میتونه با مطالعه داشته باشه؟ شهروند خبرنگاران عزیز ما میتونن شهروندان عزیز کاربران رو تشویق بکنن که با مطالعه کردن ما میتوانیم به استقلال فکری برسیم. با مطالعه کردن ما میتونیم مثبت اندیش بشیم، میتونیم اعتماد به نفس خود بالا ببریم، میتونیم شخصیت خود شکل بدیم و کلی مزایای دیگه و حتی اینکه میتونیم به استقلال فکری برسیم. چرا؟ چون امروز خیلی از نویسندگان مطرح دنیا، خیلی از افراد بزرگ مثل برایان تریسی، مثل دارن هاردی که خود اینها از جمله ثروتمندترین افراد جهان هستند، آمدن در رابطه با موفقیت ها و شکست های خود و تجارب ارزشمندی که در حوزه دیشن اونها در قالب یک کتاب جمع‌آوری کردن و به بشریت عرضه کردن. پس خیلی مهم هست که ما این کتاب رو مطالعه بکنیم تا در رابطه با موفقیت ها و شکست هایی که در زندگی با اون مواجه میشیم بتونیم بهتر با یک رویکرد بهتر با اونها مقابله بکنیم. و اینکه شهروند خبرنگاران عزیز میتونن با نوشتن متن، گزارش، خبر، ضبط صدا، گرفتن عکس یا فیلم شهروندی مردم رو در زمینه تشویق بکنن تا با مطالعه بکنن، چون با مطالعه کردن ما میتونیم به استقلال فکری برسیم و در زندگی ما میتونه تحولات خیلی مثبت و دگرگونی های خیلی مثبت به وجود بیاره و در این راستا میتونه که زندگی ما خیلی بهتر بکنه. افرادی که مطالعه نمیکنن به محض اینکه میخواین یک کار شروع بکنن و در ابتدا با یک شکستی روبرو میشن، با یک ناامیدی روبرو میشن، همو باعث میشه که از مسیر خارج بشن، باعث میشه که اهداف انگیزه خور از دست بدن. حالا که افرادی که مطالعه میکنن وقتی که میبینن زندگی افراد موفقه که اینها در طول رسیدن به موفقیت از چه شکست های عبور کردن، از چه ناامیدی های عبور کردن، انگیزه میگیرن و باعث میشه با هر شکستی هم که روبرو بشن از مسیر موفقیت خارج نشن و به مسیر خود ادامه بدن. و همین دلیل ما از شهروند خبرنگاران عزیز ما که به عنوان فعالین رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنن تقاضا میکنیم که در راستا آگاهی دهی بکنن، اطلاع رسانی بکنن و این خیلی مهم هست که فرهنگ ترویج مطالعه برای رسیدن به استقلال فکری در جامعه خود ترویج بکنیم و ما میتونیم از طریق ترویج این فرهنگ مهم درون جامعه به اصل‌های خیلی مهمی در زندگی خود دسترسی پیدا بکنیم. زمانی که شما مطالعه شروع بکنین در واقع او زمانه که میفهمین از چه چیزهای محروم بودین، چه چیزهایی نمیفهمیدین و اینکه استقلال فکری چی هست و چقدر میتونه روی زندگی شما و روی آینده شما تاثیر مثبت داشته باشه. و همین دلیل از همه شهروندان عزیز، همه شهروند خبرنگاران خواهش میکنیم که در راستا سهیم باشن، مطالعه بکنن و برای رسیدن به استقلال فکری و گرفتن تصامیم مهم زندگی خود دیگه وقت او رسیده که خود شما بتونین متحد باشین نسبت به خود، نسبت به زندگی و با استقلال فکری میتونین که خود شما تصامیم مهم زندگی خود بگیرین، رویاها، اهداف و خواسته های خود مشخص بکنین و در راستای تحقق یافتن اینها میتونین که تلاش بکنین، مبارزه بکنین و یک آینده خیلی روشن برای خود بسازین. و خیلی مهم هست که از طریق مطالعه کردن به اصل مهم برسین. میریم و با هم عکس شما را میبینیم، برمیگردیم، با ما همراه باشید.
بیننده عکس شما بودیم. از همه شهروند خبرنگاران عزیزی که زحمت کشیدن در این بخش برنامه برای ما عکس ارسال کردن سپاسگزاری میکنیم. لینک های ارتباطی ما با شما عزیزان صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار، تلویزیون چکاد، وبسایت cjn.af و یا شهروند خبرنگاران افغانستان و یوتیوب چکاد تیوی هست. شما میتوانید از طریق این سه پلتفرم بیننده برنامه شهروند خبرنگار و همچنین فایل های شهروندی باشید که برای ما ارسال میکنید. در ادامه برنامه میپردازیم به این موضوع که شهروند خبرنگاران عزیز چگونه میتوانند در ترویج فرهنگ استقلال فکری ناشی از مطالعه در سطح جامعه فعالیت داشته باشند و چه اقدامات و چه رویکردها و راهکارهایی میتونن در این زمینه برای شهروندان عزیزمان پیشنهاد بدن. یکی از راهکارهای مهم میتونه این باشه که شهروند خبرنگاران عزیز بیاین در رابطه با خلاصه کتاب‌ها معلومات بدن و کتاب‌های مهم و معروفی که زودتر داره اینها نشر میشه معرفی بکنن. به طور مثال یکی از کتاب‌های خیلی مطرحی که امروزه خیلی از افراد مطالعه میکنن و ازو تعریف میکنن این هست که کتاب بهانه ممنوع اثر وندایر هست. وندایر خودی یکی از بزرگترین استادهای موفقیت در سطح جهان هست و در کتاب بهانه ممنوع میاد در رابطه با مهمترین اصل موفقیت صحبت میکنه. خیلی از افراد هستن وقتی میخواین تصمیم به انجام یک کار بگیرن بهانه ها یکی پی دیگری وارد ذهن اونا میشن. مثلا شما از امروز تصمیم گرفتین که ورزش بکنین، خب امروز هوا گرمه، امروز هوا سرده، باش از اول هفته شروع میکنم، باش از فردا شروع کنم، باش از اول ماه شروع کنم، امروز لباس ورزشی ندارم، امروز دوستام نیان که با اونها ورزش کنم. همه قسم بهانه ها یکی پی دیگری میآیند و ذهن شما رو به هم میریزن. افرادی که مطالعه داشته باشن میتونن افکار خود رو کنترل بکنن و در مقابل با این موضوع بیستن، اما افرادی که مطالعه نداشته باشن به بهانه ها تسلیم میشن و میگذارن برای یک هفته بعد، برای یک ماه بعد و در نهایت همه قسم تمام فعالیت های اینا بی نتیجه باقی میمونه. وندر در کتاب بهانه ممنوع دقیقاً می در همین مورد صحبت میکنه، ای که اگر میخواین موفق بشین با خود تعهد ببندین که به همه بهانه ها نبگین و بهانه ها رو ممنوع بکنین، یه قسمی میتونین به موفقیت برسین. پیشنهاد میکنم شما هم حتما این راهکار روی دست بگیرین و ببینین که به چقدر از موفقیت هایی که تا به امروز اونا رو معطل کرده بودین میتونین برسین و نقش شهروند خبرنگاران عزیز دقیقاً در راستا میتونه خیلی مهم باشه. میتونن همین کتابای خوب برای افراد معرفی بکنن یا در رابطه با خلاصه اونها آگاهی دهی و اطلاع دهی بکنن و افراد رو تشویق بکنن تا مطالعه بکنن. یکی از راهکارهای خیلی مهم دیگه ای هست که شهروند خبرنگاران عزیز میتونن کتابا رو در قالب PDF در فضای مجازی آپلود بکنن یا کتابهای صوتی یا اپلیکیشن هایی که در راستا فعالیت میکنه میتونه انگیزه افراد رو خیلی بالا ببره، به خصوص برای اون از افرادی که دوست دارن مطالعه بکنن ولی هزینه خریدن کتاب رو ندارن. میتونه یک راهکار خیلی موثر باشه. میتونن که شهروند خبرنگاران عزیز کتابهایی که در زمینه استقلال فکری هست برای افراد معرفی بکنن. به طور مثال نگرش همه چیز است، کتابی از جف کلر که یکی از نویسنده های خیلی مطرح هست و اومیه در کتاب نگرش همه چیز است در اصل به استقلال فکری اشاره میکنه و اینکه اگر شما بتونین مثبت اندیش باشین، بتونین افکار خود کنترل بکنین، میتونین در زندگی به هر چی که میخواین برسین. اگر شما هم دوست دارین که به استقلال فکری برسین و آینده خود شما تضمین بکنین، حتما کتاب نگرش همه چیز است از جف کلر مطالعه بکنین. به خودم هم مطالعه کردم و واقعا یک کتاب بی عیب و نقص هست. و یکی از راهکارهای دیگه که شهروند خبرنگاران ما در زمینه میتونن انجام بدن این است که با انجام فایل های شهروندی در فضای مجازی فعالیت بکنن. در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی امروز کاربران خیلی زیاده هستن و شما میتونن از این طریق افراد رو خیلی تشویق بکنن و خیلی راحت تر اونها رو به سمت مطالعه کردن و نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه و استقلال فکری در جامعه تشویق بکنن. راه اندازی مسابقه های کتابخوانی هم میتونه تاثیر خیلی عمیق داشته باشه و در زمینه میتونه که خیلی برای شما مهم باشه و شما رو کمک بکنن. میریم و با هم فیلم شما رو میبینیم، برمیگردیم با ما همراه باشید. یا اوش رو برخوردم یا پانزه یا پانزه اوش رو پانزه خواهد سه تست دیگه تست دیگه تست دیگه تست 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 چار برا رزانی پنج پنج برا رزی کرد پنج شش برا شش 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 هفت برا هفت تست دیگه تست دیگه هفت تست دیگه 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 تست د
تست 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 نیا بات کایسا شروع میشه هاش تست دیگه تست 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 نو تست 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 دا تست 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 برا بگی برا 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 بگی برا بیننده فیلم شما بودیم از شهروند خبرنگار عزیزی که زحمت کشیدن در این پارت برنامه برای ما فیلم ارسال کردن سپاسگزاری میکنیم. قبل اینکه سراغ ادامه برنامه بریم از همه شهروند خبرنگاران عزیزی که زحمت میکشن برای ما فیلم ارسال میکنن خواهش میکنیم که در زمان فیلم گرفتن حتما موبایلتون را به صورت عمودی بگیرین و در رابطه با زمان، مکان و سوژه مورد نظر حتما داخل فیلم معلومات ارائه بدین و در انتها اگر هم دوست داشتین میتوانین نام و تخلص خودتون را همراه با فایل شهروندی برای ما ارسال کنید. ما هم در تلاش این هستیم تا صدای دادخواهی شما رو برای حل اون مزل به گوش مسئولین جهان و جهانیان برسانیم. و البته ناگفته نمانه در کناری که شما میتونین معضلات تصویر برداری بکنین، میتونین از فضاهای سبز و زیبا و جاهای تفریحی هم که زمانی که شما میخواین به تفریح برین از اونها عکس بگیرین یا فیلم بگیرین برای ما ارسال بکنین. از این طریق ما میتونیم زیبایی های کشور خود را هم برای بقیه و حتی برای شهروندان خود ما که از دیدن این زیبایی ها محروم هستن میتونین اونها برای اونها معرفی بکنیم. میپردازیم به ادامه برنامه، اینکه چرا خواستیم در برنامه امروز در رابطه با تاثیر مطالعه در استقلال فکری صحبت بکنیم و اینکه شهروند خبرنگاران در این زمینه چی نقش میتونن داشته باشن. یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد ما امروز به این موضوع بپردازیم این هست که درون جامعه ما هنوز هم خیلی از افراد هستن، شاید حتی بشه گفت که 90% افراد استقلال فکری ندارن. خیلی از جوانان و نوجوانان وقتی وارد دانشگاه میشن، وارد تحصیلات عالی میشن، رشته که شروع میکنن به مطالعه کردن یا رشته مورد علاقه مادرجان نایی یا پدرجان یا از به خاطر برادر بزرگ خو یا به خاطر خواهر بزرگ خو مطالعه میکنن. از خیلی از اینها اگر بپرسین که به خاطر چی رشته مطالعه میکنن، مسلما میگن من به رشته علاقه ندارم و این رشته به خاطر مادر یا پدر خوب به خاطر که اونا دوست دارن یا به خاطر که اونها هزینه ها مر تامین میکنن و اونها این رشته مناسب دیدن من مطالعه میکنم. این یک موضوع خیلی بزرگی هست، یک موضوع خیلی عمیق هست. اگر ما بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، اینکه تحصیل جزی از مهمترین مراحل زندگی ما هستن. اگر که شما رشته مورد علاقه خود مطالعه نکنین، حتی اگر هوش شما در حد 100 باشه، موفقیت شما در اون رشته زیر 50% میره. چون ما وقتی که به کاری که علاقمند نباشیم، کاری که رویای ما نباشه و اون شروع بکنیم مطالعه بکنیم، هیچ وقت اون موفقیتی که باید به دست بیاریم به دست نمیاریم. چون کاری که از روی بی انگیزه بودن انجام بشه، هیچ وقت نمیتونه که تاثیر خوب و مثبت روی زندگی ما داشته باشه. همه قسم در خیلی از مراحل زندگی دیگه، در ازدواج، در تحصیلات، در شغل پیدا کردن، در همه اینها متاسفانه ما استقلال فکری نداریم. خیلی از افراد هستن که هنوز هم متکی به دیگران هستن. اگر بزرگای فامیل تایید بکنن که این شغل برای تو مناسب هست یا این رشته مناسب هست، ادامه میدن. اگر نه که از اون رشته فاصله میگیرن و اون رویای خود فراموش میکنن و این میتونه که باعث بشه جامعه و آینده جامعه ما به سمت تباهی کشیده بشه. وقتی ما وارد کار بشیم که به اون علاقه نداریم، مسلما نمیتونیم که در روز خدمات رسانی بهتر برای مردم جامعه بدهیم و همچنان آینده خود خورم تباه میکنیم. به دلیل خیلی مهمه که ما یاد بگیریم چگونه استقلال فکری داشته باشیم. شهروند خبرنگاران عزیز ما میتونن در راستا فعالیت بکنن، جوانان، نوجوانان، دختران، پسران و همه افراد جامعه را تشویق بکنن تا مطالعه بکنن و از این طریق به استقلال فکری برسن. حتی برای اوید از افرادی که سواد خواندن و نوشتن ندارن، میتونن کتابهای صوتی رو گوش بکنن و از این طریق آگاهی خود بالا ببرن. و خیلی مهم هست که ما درون جامعه استقلال فکری داشته باشیم و بتونیم تصامیم مهم زندگی خود ما بگیریم. در خیلی از روستاهای افغانستان اگر دقت کرده باشین، بچه‌های جوان مجبورن که شغل کشاورزی و همو دهقانی که مربوط به پدر نامشر پیش ببرن. دختران که مجبور هستن همو شغل مادرینا که حالا یا خیاطی است یا خامکدوزی هست یا هم آشپزی پیش ببرن و این باعث میشه که آینده جوانان ما به سمت تباهی کشیده بشه. البته منظور ما در برنامه از این نیست که شما بخواید به مقابل بزرگترای خود ایستاد بشین و با اونها
بی احترامی بکنن. در واقع ما میخوایم به این موضوع اشاره بکنیم که شما میتونن از طریق مطالعه کردن به استقلال فکری برسین و با کمال ادب و احترام میتونن برای بزرگان خود یادآوری بکنین که شما همچین مسئله رو دوست دارین و میتونن که در راستا موفق تر بشن و اونها را متقاعد بکنین تا با شما همراه بشن. میریم و با هم بخش آموزشی را میبینیم، برمیگردیم، منتظرمان باشید. با عرض سلام و درود محضر شما بینندگان گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از قسمت‌های آموزشی برنامه شهروند خبرنگار. شهروند خبرنگاران گرامی، ما همواره کوشش می‌کنیم تا راهکارها و موضوعاتی را به شما آموزش بدهیم که در عرصه کار شهروندی شما را کمک کند. شما نیز می‌توانید برای ارسال فایل و تصاویر شهروندی برای ما به صفحه فیسبوک برنامه شهروند خبرنگار مراجعه کنید و شهروند خبرنگار ما باشید. بینندگان گرامی، ما در برنامه‌های گذشته برای شما آموزش دادیم که چگونه در شبکه اجتماعی فیسبوک برای خود حساب کاربری ایجاد کنید و همچنین چگونه در فیسبوک برای خود پست بگذارید. امروز در این قسمت از برنامه می‌خواهیم برای شما آموزش بدهیم که چگونه گزینه مسیج و یا پیام را در فیسبوک غیر فعال کنید. و اگر شما بنا به هر دلیلی نتوانستید بیننده برنامه‌های قبلی ما باشید، می توانید برنامه‌های ما را در صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار دنبال کنید. ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما بینندگان گرامی. اگر نمی‌خواهید که افراد و یا فرندهای فیسبوکیتان از زمان آنلاین بودنتان در فیسبوک با خبر باشند و یا اینکه از دیدن مسیج‌های تکراری و مزاحمت افراد خسته شده اید، ما دو روش خیلی ساده را برایتان آموزش می‌دهیم که می‌توانید با استفاده از آن مشکلتان را حل نمایید. حالت اول این است که شما باید حالت آنلاین و یا اکتیو استاتیوز خود را خاموش کنید. با این حال هیچ کس نخواهد دانست که شما چی وقت آن و یا در حال استفاده از فیسبوکتان هستید و در هر حالت شما را آفلاین نشان می‌دهد. برای انجام این کار به قسمت پایین صفحه آمده و روی گزینه چرخ دنده که در پایین صفحه است کلیک کنید. بعد روی گزینه Turn off active status بزنید. زمانی که روی این گزینه کلیک کنید، صفحه برای شما باز می‌شود که حاوی سه گزینه است. گزینه اولی میگوید که شما میخواهید این حالت را برای تمام مخاطبین خاموش کنید. میخواهید این حالت را برای تمام مخاطبین به استثنای چند نفر خاموش کنید و یا هم میخواهید که این حالت را برای فقط چند تا از مخاطبینتان خاموش کنید. در کادری هم که در پایین صفحه است برای شما امکان این را میدهد که نام آن افراد را در اینجا وارد کنید. شما می توانید نام افرادی را که می خواهید این حالت برایشان آف باشد را می توانید در اینجا وارد کنید. مثلا من گزینه بالا را انتخاب می کنم برای همه مخاطبین و روی گزینه اوکی کلیک کردم. بعد به این حالت هیچ کدام از افراد و یا مخاطبین من زمانی که من در فیسبوک آنلاین باشم و یا از آن استفاده کنم را نمی توانند ببینند. و همچنین دومین حالتی که ما می‌خوایم در این بخش برای شما معرفی کنیم، بستن گزینه پیام و یا مسیج در فیسبوک هست. برای این کار وارد صفحه شخصی خود شده و در قسمت آخرین پست فیسبوکتان که در حقیقت سال روز تولد شما است کلیک کنید. با کلیک روی این گزینه شما سه تا خط افقی در اینجا هست که می‌توانید روی آن کلیک بکنید و بعد گزینه Edit Live Event را انتخاب کنید. از طریق انتخاب این گزینه شما می توانید سال روز تولدتان را در این قسمت پایین ادیت بکنید. همین قسمی که مشاهده می کنید، من قبلا سال روز تولدم را 2000 وارد کردم که نشان می داد من 20 ساله هستم و به خیلی راحتی افراد می توانند برای من پیام و یا مسیج روان کنند، چون از سن قانونی سن و سال من بالاتر در اینجا گزارش شده. خب مثلا من میخوام که سالم را فقط سال روز تولدم را تغییر بدهم و به جای 2000 مثلا 2005 وارد میکنم
که نشان می‌دهد من 15 ساله هستم و سن من از 18 سال به پایین است. بینندگان گرامی، این پالیسی فیسبوک هست که افرادی که سنشان از 18 به پایین است، هیچ کس نمی‌تواند به آنها پیام و یا مسیج روان کند. بعد روی گزینه سیف کلیک میکنین و منتظر میمانین که فیسبوک این تغییرات را در پیجتان نمایان کند. بله، حالا پایین صفحه میاییم و همه قسم که مشاهده میکنید سن و سال من حالا به 2005 است و فعلا نشان میدهد که من 15 سال هستم. به این ترتیب افراد نمیتوانند برای شما پیام و یا مسیج در فیسبوک روان کنند. چون همه قسم که قبلا گفتم پالیسی فیسبوک هست که از سن 18 به پایین اجازه دادن پیام و ارسال کردن پیام به افراد را اجازه نمیدهد. خب بینندگان گرامی بود برنامه امروزی ما، خدا کنه که مورد توجه شما بینندگان گرامی قرار گرفته باشد. ممنون از همراهیتان. این بود بخش کارعملی برنامه من که تقدیم حضورتان شد. خدا کند از این بخش نکات ارزنده‌ای دستگیر شما شده باشد. بینندگان گرامی، شما می توانید با مراجعه به وبسایت ما به نشانی www.chekat.tv بیننده برنامه های ما باشید. همچنین شما می توانید با مراجعه به وبسایت www.cjn.af تصاویر ارسال شهروند خبرنگاران را ببینید. بینندگان گرامی، سوژه ها، مشکلات شهری و اتفاقات مهمی که در محل زندگیتان رخ می دهد را در قالب عکس و یا فیلم به ما ارسال کنید. ما هم آن را در سایت یا بخش های مهم خبری به نشر می رسانیم. فراموش نکنید هنگام تصویر برداری و ارسال فایل نکات کامل را بر روی فیلم توضیح بفرمایید. سپاس از همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار. بیننده یه بخش آموزشی بودیم. امیدوار هستم که از دیدن برنامه من تا این لحظه خسته نشده باشید. لینک های ارتباطی ما با شما عزیزان بیننده صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار، تلویزیون چکات، وبسایت cjn.af و یا سیتیزن ژورنالیسم که همان پیج شهروند خبرنگاران افغانستان هست و یوتیوب چکات تیوی. شما می توانید از طریق این سه پلتفرم بیننده برنامه شهروند خبرنگار و همچنین فایل های شهروندی باشید که برای ما ارسال می کنید. بپردازیم به ادامه برنامه. چگونه ما میتوانیم با مطالعه کتاب‌های انگیزشی به استقلال فکری برسیم و چرا مطالعه کردن در این زمینه میتونه برای ما مهم و کمک ساز باشه. البته مطالعه کردن نه تنها برای رسیدن به استقلال فکری، بلکه در هر زمینه میتونه آگاهی شما رو بالا ببره و شما رو خیلی کمک بکنه. ما با مطالعه کردن میتونیم به خود باوری برسیم، میتونیم اعتماد به نفس خود بالا ببریم، میتونیم نگرش خود در مقابل با مشکلات تغییر بدیم، میتونیم مثبت اندیش باشیم و کلی مزایای دیگه هست که مطالعه کردن برای شما عزیزان به ارمغان میاره. شهروند خبرنگاران عزیز ما به عنوان فعالین رسانه‌ای میتونن با نوشتن متن، گزارش، خبر در رابطه با فواید مطالعه کردن و رسیدن به استقلال فکری و همچنین با گرفتن عکس یا فیلمی میتونن که شهروندان رو تشویق بکنن تا مطالعه بکنن و به استقلال فکری برسن. قسمی که در ابتدای برنامه هم یادآور شدیم، یکی از راهکارهای خیلی مهم این است که شهروند خبرنگاران عزیز ما کتاب‌ها رو مطرح بکنن و موضوعاتی رو با کاربران به اشتراک بگذارن. یه قسمی افراد خیلی راحت‌تر میتونن کتاب مورد علاقه خود در زمینه‌ای که به او علاقه دارن پیدا بکنن و او رو مطالعه بکنن و در این راستا ما میتونیم کتاب‌های خیلی زیادی ببینیم. به طور مثال کتاب خودت رو انتخاب کن اثر جیمز آلتوچر یکی از اون کتاب‌های انگیزشی و خارق‌العاده‌ای هست که جیمز آلتوچر در این کتاب می‌پردازه به این موضوع که چگونه در زمانه فعلی به درآمد عالی برسیم، چگونه شاد و خوشحال باشیم و آرزوها و رویاهای خود تحقق بدیم. یکی از این سوالات خیلی
خیلی مهمن، خیلی هم همه جوانان مطمئنم که در گوشه ذهن خو این سوالات رو دارن و دوست دارن جواب به اونها پیدا بکنن. خیلی مهمه در شرایط فعلی که همه افراد منفی فکر میکنن، همه افراد مشکلات عین قولی کردن و فکر میکنن هیچ وقت نمیتونن از اونها عبور بکنن، ما در شرایط فعلی خیلی مهمه که مثبت اندیش باشیم. سوالاتی که در این کتاب به او پرداخته شده این که چگونه شاد و خوشحال باشیم، سوالی که همه ما دنبال جواب میگردیم. همه ما به دور زمانه با همه مشکلاتی که چار اطراف ما فرا گرفته دنبال راه برای شاد بودن و خوشحال بودن میگردیم. اینکه چگونه به درآمد عالی برسیم، میتونم بگم که 100% جوانان فعلا همگی دنبال این که یک شغل رویایی پیدا بکنن یا به درآمد عالی برسن، و داخل این کتاب به همه این سوالات پاسخ داده شده. این کتاب برای اون دست افرادی است که دوست دارن به آینده شغلی مورد نظر خود پیدا بکنن و دوست دارن افکار مستقل و استقلال فکری داشته باشن. اگه شما هم یکی از افراد هستین، پیشنهاد میکنم حتما کتاب خودت رو انتخاب کن، اثری از جیمز آلتوچرر مطالعه بکنین که مطمئنم میتونه خیلی کاربردی باشه برای شما. و به همین قسم کلی کتابای دیگه هستن که در زمینه وجود دارن و شهروند خبرنگاران عزیز میتونن که اینها رو برای افراد معرفی بکنن یا خلاصه از این کتابا برداشتی که کتاب رو مطالعه کردن رو میتونن او برداشت خود با بقیه از طریق شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارن، یا اینکه کتابخانه‌های سیار میتونه در راستا خیلی مهم باشه. حتی ما میتونیم کودکان رو تشویق بکنیم که با مطالعه کردن کتاب قصه از همون دوره کودکی به مطالعه کردن اهمیت بدن، ارزش قائل بشن، و از این طریق ما میتونیم فرهنگ با ارزش مطالعه در جامعه خود ترویج بکنیم. و فراموش نکنن قبل از اینکه ما بخوایم فرهنگ در جامعه نهادینه بسازیم، خیلی مهمه که ابتدا به نهادینه ساختن او فرهنگ در خانه تمرکز بکنیم. زمانی که اعضای یک خانواده، زمانی که در یک خانواده کودکان، بزرگان، هر کدام نظر به علایق خود و نظر به سنین خود کتاب را مطالعه بکنن، باعث میشه که آرام آرام از خانه ها و خانواده ها داخل جامعه این فرهنگ نهادینه بشه و فرهنگ با ارزش مطالعه که باعث میشه سطح آگاهی ما بالا ببره، ما قوی تر بسازه، در مقابله با مشکلات میتونیم در شرایط سخت زندگی تصامیم بهتری بگیریم، میتونیم مثبت اندیش باشیم و سطح آگاهی ما بالا ببره، این فرهنگ مهم رو در جامعه خود ترویج بکنیم. میریم و با هم عکس هفته را میبینیم، برمیگردیم. بیننده عکس هفته بودیم. عکس هفته از بهترین عکس‌های انتخاب میشه که شهروند خبرنگاران عزیز ما در طول یک هفته گذشته برای ما ارسال کردن. از همه شهروند خبرنگاران عزیزی که تا به امروز با ما همگام بودن، برای ما فایل شهروندی ارسال کردن و در راستای حل مشکلاتی که داخل جامعه ما هست صدای دادخواهیشون را بلند کردن، چه از داخل کشور چه از خارج کشور، از همهشان سپاسگزاری ویژه داریم. و اینکه برنامه شهروند خبرنگار متعلق به تک تک شما شهروندان عزیز هست، ما تلاش میکنیم تا از دریچه این برنامه معضلاتی که درون جامعه ما وجود داره و همچنین فرهنگ هایی که خلای اینا حس میشه ترویج بکنیم و صدای دادخواهی خود در این راستا بلند بکنیم. اگه شما هم دوست دارین با ما همگام بشین، شهروند خبرنگار ما باشین و فعالیت شهروند خبرنگاری انجام بدین، کافیه هر زمانی که در منطقه زندگی خود، در سطح شهر، در سطح کشور، در هر حوزه و حیطه با مشکلات اجتماعی فرهنگی یا در هر حوزه دیگه روبرو میشین، از اونها فایل شهروندی درست بکنین. میتونین گزارش بنویسین، متن بنویسین، خبر درست بکنین، میتونین عکس یا فیلم شهروندی بگیرین و به صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار تلویزیون چکات برای ما ارسال کنید. ما هم در تلاش این هستیم تا صدای دادخواهی شما را برای حل اون مزل به گوش مسئولین جهان و جهانیان برسانیم. و ما اینکه از ابتدای برنامه در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که چگونه میتوانیم از طریق مطالعه کردن به استقلال فکری برسیم و نقش شهروند خبرنگاران در این حوزه چی هست و شهروند خبرنگاران چگونه میتوانن فعالیت های مثبت و موثری داشته باشن برای تشویق شهروندان برای گرویدن به این زمینه. خب ما از ابتدا صحبت هایی داشتیم، اینکه مطالعه کردن چه تاثیرات مهمی میتونه روی زندگی ما داشته باشه، اینکه شهروند خبرنگاران در این زمینه چه اقداماتی میتونن انجام بدن. در رابطه با همه اینها صحبت شد و امیدوار هستم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما هم حتما برای ما در کامنت ها بنویسین اینکه تا حالا چه کتاب هایی رو مطالعه کردین و برای رسیدن به استقلال فکری چه کتاب هایی رو شما پیشنهاد میدین و اینکه نظر خودتون را درباره فواید مطالعه میتونین با ما شریک بس
بسازین، چون مطالعه کردن بدون شک میتونه خیلی لذت بخش باشه برای همه افرادی که مطالعه کردن حتما به این موضوع پی بردن که با مطالعه کردن نه تنهایی که ما میتونیم به استقلال فکری برسیم، میتونیم یک شخصیت مستقلی برای خود بسازیم، میتونیم اعتماد به نفس خود بالا ببریم، میتونیم مثبت اندیش بشیم و نگرش خود خور نسبت به مشکلاتی که با اونها مواجه میشیم در زندگی تغییر بدیم و میتونیم کلی کارهای مثبت انجام بدیم و حتی در کنار خود خود میتونیم اطرافیان خود را هم کمک بکنیم برای حل کردن مشکلاتی که دارن و در زندگی با اونها روبرو هستن. به دلیل خیلی مهم هست که ما مطالعه بکنیم و مطالعه کردن بدون شک یکی از اون فرهنگ‌های با ارزشی است که نیاز هست تا درون جامعه ما ترویج بشه و میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه. و اینکه لینک‌های ارتباطی ما با شما عزیزان بیننده هم صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار، تلویزیون چکاد، وبسایت cjn.af و یا شهروند خبرنگاران افغانستان و همچنین یوتیوب چکاد تیوی هست. شما میتوانید از طریق این سه پلتفرم بیننده برنامه شهروند خبرنگار و همچنین فایل‌های شهروندی باشید که برای ما ارسال میکنید. و اینکه راهکارهایی هم که ما همیشه برای شهروند خبرنگاران عزیز خود ارائه میدیم این هست که با نوشتن متن، گزارش، خبر، ضبط صدا، گرفتن عکس یا فیلم شهروندی شما میتونید اون دست فرهنگ‌های مهمی که خلای اینا درون جامعه ما حس میشه ترویج بکنن و اون دست فرهنگ‌های رفتار و افکار و گفتار ناپسندی که در جامعه ما ریشه دوانده و تبدیل به فرهنگ شده اونها از درون جامعه ما محو بسازن. و فرهنگ مطالعه هم که یکی از اون فرهنگ‌های با ارزش هست که نیاز هست تا درون جامعه ما ترویج بشه و شهروند خبرنگاران برای ترویج این فرهنگ با ارزش درون جامعه میتونن نقش خیلی مهمی داشته باشن و شهروندان را تشویق بکنن تا اونها هم مطالعه بکنن و از طریق مطالعه کردن به استقلال فکری برسن. و همه قسم که گفتیم در راستا میتونیم راهکارهای خیلی زیاده برای شهروندان عزیز پیشنهاد بدیم. به طور مثال راه اندازی کتابخانه‌های سیار، کتاب‌های صوتی، اپلیکیشن‌هایی که در زمینه فعالیت میکنن و همچنین میشه گفت که کلی فعالیت‌های دیگه و البته رسانه‌ها هم برای تبلیغات در زمینه میتونن نقش خیلی مهم و کاربردی داشته باشن. تا برنامه دیگر که در حضور شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خداوند یگانه میسپارم. روز و شبتان خوش. خداوند نگهدارتان.